کشف آسیب‌های جدید در مغز بیماران مبتلا به کرونا. محققان آمریکایی در تحقیقات خود پی بردند که بیماری کووید 19 منجر به خونریزی‌های کوچک در مغز بیماران می‌شود. بررسی مغز 19 نفر از بیمارانی که جان خود را در اثر ابتلا به کرونا از دست داده‌اند، حاکی از آن بود که مغز این بیماران در قسمت‌های پیاز بویایی و ساقه مغز به شکلی غیرعادی آسیب دیده است. ساقه مغز وظیفه کنترل تنفس و ضربان قلب را بر عهده دارد و پیاز بویایی نیز به تشخیص بو کمک می‌کند. خونریزی در ساقه مغز و پیاز بویایی بر اثر پاره شدن رگ‌های کوچک دلیل اصلی آسیب‌های وارده به این قسمت‌ها اعلام شده، اما هیچ اثری از ویروس کرونا در این نواحی از مغز یافت نشد که نشان از تأثیرات غیر مستقیم این ویروس بر بدن است. دانشمندان احتمال می‌دهند واکنش التهابی بدن در مواجهه با ویروس کرونا باعث ایجاد چنین آسیب‌هایی به مغز مبتلایان می‌شود. تبدیل پلاستیک به سوخت مایع با روشی به صرفه. محققان ژاپنی برای نخستین بار در جهان از یک کاتالیزور جدید برای تبدیل کردن پلاستیک ها به مواد مفیدی مانند سوخت استفاده کردند. امروز انبوی از پلاستیک ها در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد، اما مشکل اساسی دشواری بازیافت آنهاست که باعث می شود مواد پلاستیکی از مراکز دفن زباله سر در آورده و مشکلات زیست محیطی زیادی به وجود آورند. از آنجایی که پلاستیک ها در برابر واکنش های شیمیایی بسیار مقاوم هستند، برای بازیافت و ذوب کردن آنها دمایی بین 300 تا 900 درجه سانتیگراد مورد نیاز است که باعث مصرف حجم عظیمی از انرژی می شود. برای غلبه بر این مشکل، دانشمندان ژاپنی توانستند کاتالیزور جدیدی کشف کنند که با استفاده از آن می توان پلاستیک ها را در دمای 200 درجه سانتیگراد بازیافت کرد. طبق اعلام این محققان، استفاده از این کاتالیزور باعث شد 77% مواد پلاستیکی به سوخت مایع و 15% نیز به موم تبدیل شود. کشف حیات در شرایط طاقت فرسای اعماق دریا. گروهی از دانشمندان بین المللی توانستند پس از انجام 2 ماه سفر اکتشافی در دریا، ارگانیسم‌های تکسلولی را در مکانی که انتظار آن را نداشتند کشف کنند. طبق اعلام این دانشمندان، پس از به وجود آوردن یک حفره 1180 متری در اعماق دریای ژاپن و رسیدن به رسوباتی با دمای 120 درجه سانتیگراد، ارگانیسم‌های تکسلولی کشف شد که در آن شرایط محیطی طاقت فرسا و سخت همچنان به حیات خود ادامه می‌دادند. تحقیقات مشخص کرده این ارگانیسم ها به وسیله مواد ارگانیک می توانند به حیات خود در رسوبات اعماق دریا ادامه دهند، جایی که پیش از این انتظار کشف شکلی از حیات در آن بسیار بعید به نظر می رسید. خوش شانس بودن زمین در داشتن حیات. مطالعه جدید نشان می دهد بخشی از موفقیت ادامه دار بودن حیات در کره زمین از میلیاردها سال پیش تا کنون به شانس برمیگردد. طبق نتایج یک آزمایش شبیه‌سازی بسیار گسترده، بیشتر سیارات با توجه به تغییرات اقلیمی که در آنها به وجود می‌آید، قادر نیستند مانند زمین از حیات برخوردار باشند، اما کره زمین از 3 میلیارد سال پیش تا کنون دارای حیات بوده است. دانشمندان بریتانیایی در این آزمایش حدود 100 هزار سیاره شبیه سازی شده را حدود 100 مرتبه تحت تأثیر تکامل تغییرات اقلیمی قرار دادند. نتایج مشخص کرد حیات در کمتر از 10% این سیارات می تواند پس از چنین تغییراتی ادامه پیدا کند. طبق اعلام دانشمندان، کره زمین توانسته به طرز شگفت‌آوری شرایط لازم برای ادامه حیات در خود را برای 3 تا 4 میلیارد سال آینده حفظ کند و احتمال پیدا کردن سیاره‌ای سرشار از حیات مانند زمین بسیار اندک است. توسعه یک ژل هوشمند حساس به نور. مهندسان آمریکایی توانستند با الهام از اختاپوس،
یک ژل هوشمند را با استفاده از چاپ سه‌بعدی به وجود آورند که به هنگام قرارگیری در معرض نور تغییر شکل بدهد و به یک عضله مصنوعی تبدیل شود. از این تکنولوژی میتوان در استطار نظامی، ساخت ربات‌های نرم و نمایشگرهای انعطاف‌پذیر استفاده کرد. استفاده پژوهشگران از یک نانوماده حساس به نور در این تکنولوژی باعث می‌شود ژل در اثر تغییرات نور منقبض شده و تغییر رنگ بدهد.